می‌کنید دستاوردهای سیاسی نظامی پیروزی آذربایجان در جنگ قره‌باغ برای دولت باکو چه خواهد بود؟ خب این پیروزی ها بسیار چشمگیرن. اکثر مناطقی که قبل از جنگ اول قره‌باغ در اول دهه 90 که جمعیت به اصطلاح اکثریت جمعیتش آذری بود، در جریان این نبرد اخیر دوباره به تصرف آذربایجان در اومده. از این لحاظ خب دولت باکو رو در موقعیت خیلی برتری در رابطه با مسئله قره‌باغ قرار داده، محبوبیت آقای علیف رو در میان خود مردم آذربایجان بیشتر کرده به دلیل این پیروزی که به لحاظ نظامی بر ارمنستان به دست آوردن، و در مجموع دست به اصطلاح آذربایجان رو در مذاکرات بعدی بر سر باقی مانده قره‌باغ حتما تقویت خواهد کرد این مسئله. فکر میکنید این شکست چه تأثیری روی دولت پاشینیان در ارمنستان خواهد گذاشت؟ بله، به نظر یعنی یک جنبه مهم این نبرد اخیر موضع روسیه بود که میدونید همه انتظار داشتن با توجه به قرارداد دفاعی که داره با ارمنستان و روابط نزدیکی که دارن حتما به شکلی از اشکال به دفاع از نیروهای ارمنی بپردازه، ولی دیدیم که روسیه تا همین دیشب که شهر شوشه بعد از به تصرف در آمدن شهر شوشی وارد عمل شد و این قرارداد صلح رو به اصطلاح میانجیگری کردن امضا کردن. یعنی به نظر میرسه که دولت روسیه از موضع مستقل و نسبتاً نادوستانه دولت پاشینیان نسبت به دولت روسیه بعد از اون انقلاب وستر موسوم به انقلاب مخملی در 2018 در ارمنستان ناراضی بود و از این لحاظ دولت روسیه بعدش نمی اومد که به نوعی به دولت ارمنستان یادآوری بکنه که دور شدن از مدار سیاسی و ژئوپلیتیک مسکو به نفع این کشور نیست، و این رو از طریق در واقع بی‌طرفی نشون دادن در حمله اخیر آذربایجان به قره‌باغ نشون داد. و الان روسیه دوباره وارد عمل شده به عنوان یک میانجی که با هر دو طرف دوست است و رابطه نزدیکی داره، و در این حال هر دو طرف هم میدونن که قدرت نظامی و سیاسیش طوری هست که میتونه کفه ترازوی به اصطلاح ژئوپلیتیک رو به نفع یکی از این دو تغییر بده. در نتیجه در مجموع دولت آقای پاشینیان تضعیف شده. هیچ بعید نیست که ناسیونالیست‌های ارمنی خواستار به اصطلاح استعفاش بشن و یک دولت جدید که شاید روابطش رو با روسیه دوباره ترمیم کنه در ایروان سر کار بیاد. ممنون. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون.